این انیمیشن کوتاه رو با هم ببینیم. جون گوا جایو ووهان جایو جون گوا جایو ووهان جایو. خب تو این ویدیو میخوام لیپسینک یا جور کردن حرکات لب با صدا رو برات توضیح بدم. ما دو تا روش داریم، روش سنتی و رایجه که معمولا خیلی طول میکشه، یه روش صنعتی داریم که حالا ما تو این ویدیو بخواییم براتون توضیح بدیم. خب تو روش سخت باید شما فریم به فریم بیان حالا صداهایی که شخصیتتون قراره بگه رو رسم بگوییم. مثلا این یکی از انیماتوری مجموعه انبوسازان هم تو که ببینید برای لیپسینک کردن یا مثلا جور کردن حرکات دهان با صدا داره فریم به فریم اونا رو رسم میکنه که این خیلی زمان بره و حتی برای خود انیماتور هم ممکنه حالا یه حرکت لیپسینکی چندین ساعت یا چندین روز زمان ببره. حالا مثلا این حرکات دهانش خیلی ساده است ولی با تکنیکی که الان میخوام بهتون آموزش بدم دیگه شما این دردسرا رو ندارید و در عرض چند ثانیه میتونین حرکت لیپسینک رو انجام بدین. این کار رو ما با برنامه کارتون انیماتور انجام میدیم. خب من از کاراکتری آماده برنامه استفاده میکنم، از این قسمت اکتور، قسمت کاراکتر G3. مثلا این کاراکتر مستر جین رو انتخاب میکنم، دابل کلیک روش میکنم و وارد برنامه میشه به صورت اوتوماتیک. و با این قسمت بالا کامرا زوم میتونین رو شخصیتتون زوم بکنین، با این قسمت کامرا پن میتونین بیارینش پایین تر. حالا برای لیپسینک روی شخصیتتون دابل کلیک میکنین، از این قسمت سمت چپ Create a Script Wave File رو انتخاب میکنین. فایل صوتیتون رو که حالا قرار شخصیت صحبت کنه رو انتخاب میکنین. جون گوا جایو ووهان جایو جون گوا جایو ووهان جایو. همطور که دیدین شخصیتمون شروع میکنه به صحبت کردن و به همین راحتی میتونیم به شخصیتمون در واقع لیپسینک بدیم. حالا از قسمت انیمیشن هم میتونین یه سری انیمیشنی صحبت کردن اضافه کنیم. مثلا تو قسمت موشن اینجا تاکو اگر روش کلیک کنیم، چون شخصیتمون از روبرو هست، اف یا فرانت رو انتخاب میکنیم و شخصیتمون شروع به صحبت کردن. جون گوا جایو ووهان جایو. حالا مثلا اگه خواستین یه تاک دیگه بهش بدین میتونین برین توی قسمت الاستیک فولکس این فرانت، اینجا یه تاک دیگه داره ببینین، تاک یک مثلا، این دو لوپه. جون گوا جایو و سه من مثلا لوپه ووهان جایو تموم میشین. خب حالا به همین راحتی تونستیم ما شخصیتمون رو به اصطلاح لیپسینک کنیم. حالا اگه خواستین مثلا بعضی جاها رو اگه شخصیتتون اون آواها رو درست ادا نمیکنه، ببینید این قسمت فیس و اینجا که نوشته وایس کلیپ، اینجا اینو بزنید بیا پایین. ببینید این فایل صوتیتونه، مثلا مثلا اگه این آوا رو درست ادا نمیکنه میتونید روش دابل کلیک کنین، ببینید این باز میشه و آوایی که مثلا مربوط به اونه انتخاب میکنیم. مثلا مثال بزنم، من میخوام لباش به این شکل باشه، میبینی اینو انتخاب میکنم و اون جای گذاره میشه. حالا اینو میذارمش رو همون، یا مثلا اگه دوست نداشتیم میتونیم یه دونه هم اضافه کنیم، دابل کلیک میکنیم
یه آوایی اضافه میکنیم، مثلا ای ای، یا مثلا آ. به این شکل میتونین گوش بکنین، فایل صوتیتون رو گوش کنین و بر اساس چیزی که میگه، اگه خودش به صورت اتوماتیک اضافه نکرد یا اشتباه بود میتونین به این شکل ادیتش کنین، یا اگه نداشت اضافهش کنین. برای خروجی گرفتن از این قسمت بالا روی رندر بزنین. اینجا همطور که ببینین دو تا حالت داره، ایمیج یا عکس و ویدیو. ما میخوایم حالا اینو به صورت ویدیو خروجی بگیریم. از این قسمت فرمت، فرمت فایل خروجیمون رو انتخاب میکنیم، یا حالا بهترین فرمتی که برای اینستاگرام یا یوتیوب میتونید استفاده کنین MP4. قسمت کوالیتی کامپرسور هم روی همون 8 پیشفرضش قرار بدین. و اینجا قسمت فرمت سایز، باید سایزمون رو مشخص کنیم. اگه میخواین تو اینستاگرام منتشر کنین که سایزش بهتره بذارین مثلا روی 1080 یا در 1080، که اینجا نداره 1080 در 1080، شما بعد از این قسمت آدر و این تیک گزینه لاک ریشیو رو هم بردارین و خودتون به صورت دستی تایپ کنید. مثلا من اینجا میزنم 1080 در 1080. ببینین سایز به اصطلاح تصویرمون کوچیک‌تر شد و این سایز مناسب اینستاگرامه. من اگه بخواید تو یوتیوب منتشرش کنین، از این قسمت بالا HD 1080 یا 4K رو میتونید انتخاب کنین، که حالا برای که حجمش خیلی بالا نره من پیشنهاد میدم 1080 HD 1080 انتخاب بکنین. حالا از اونجا که ما میخوایم اینو توی اینستاگرام منتشر کنیم، روی همون سایز در 1080 در 1080 رهاش میکنم. اینجا باید مشخص کنیم که رنج فایل خروجیمون از چه فریم تا چه فریمی باشه. اگه دقت کنین کل انیمیشن ما 300 فریمه. این پایین قسمت پایین اینجا 300 فریم میتونین ببینین. حالا یا میتونین شما از این قسمت پراجکت سیتینگ این توتال آف 2000 فریم رو بذارین روی 300 فریم و اینجا آل رو انتخاب بکنین، یا اگه این روی 2000 فریم بود، فرض کنین مثلا این همون 2000 فریمه که من قبلا گذاشتم، اینجا رنجش رو خودتون میتونین تعیین کنین، مثلا میزنین 1 تا 300، و در نهایت اکسپورت رو میزنین و یک جایی برای حالا فایل خروجیتون انتخاب میکنین. مثلا من اینجا اینو روی 1 میذارم، سیف، و منتظر میشم تا فایلم خروجی بگیرم. همطور که دیدین با موفقیت اکسپورت گرفت و الان میگه میخواین آیا اجراش کنین یا اینکه خیر. من یس رو میذارم، یعنی اجراش کن. جون گواجایو ووهان جایو، جون گواجایو ووهان جایو. به همین راحتی تونستیم از این برنامه برای اینستاگرام یا یوتیوب خروجی بگیریم. امیدوارم از این قسمت هم لذت برده باشین. اگه دوست داشتین کامنت بذارین، سوالی داشتین کامنت بذارین، لایک کنین و با دوستاتون هم به اشتراک بذارین. ممنون از همراهیتون.